خوش اومدیم به قسمت دوم برنامه ای امروز همونجوری که میدونین خانم میترو وقت توی استودیو هستن و در خدمتشون هستیم خوب هستین؟ من خیلی خوبم و خیلی خوشحالم که کس رو تو رو میبینم خیلی دلم و هم... تنگ شده بودم واقعا خوشحال شدم وقتی وارد شدم هم و خیلی خوبه <تصفح> <تصفح> که ما اینقدر فقط زنونش نکنیم بعضی وقتا آقا هم بین ما <تصفح> از <ازو> باشه <تصفح> سلام خانم ما هفته پیش قرار بود در مورد بچه های لجباش صحبت کنیم که خانواده هاشون یا پدر مادرشون باشون چه رفتاری میکنن چه اکس عملی نشون میدن دقیقاً. آره. ما معمولا میدونیم که از فرهنگ لجبازی میاییم بچه هامون هم که بعد کم کم میشن سوپر لجباز بعد نگاه کنیم ببینیم واقعا با بچه لجباز چیکار کار باید کرد اولین کاری سخت. که خیلی سخته با بچه لجباز و بالغ لجباز طرف بودن خیلی باید. سخته اولین کاری که پدر مادر باید بکنن اتحاد این دو نفره این دو نفر باید با هم متحد باشن برای تربیت فرزندشون یکی بدگای گودگای یکی دیو یا فرشته نشه این وسط برای اینکه همونطور گفتم هفته پیش بچه ها خیلی اسمارت و باهوشن نقطه ضعف رو پیدا میکنن و اگه مامان بخواد خودش رو مثلا شیرین کنه یا بابا بخواد شیرین کنه خراب کردن کار بیچاره شدن هر دو پدر مادر و طبیعتا بچه هم خوب آسیب شخصیتی میخوره و بعد فردا پارتنرش پدرش در همون راه حلش خیلی مهمه چون خیلی صحبت از خشونت کرده بودن که اصلا نباید خشونت به خرج بدیم برای اینکه بچه با خشونت دو حالت از نظر روحی روانی دو اتفاق ممکنه براش بیفته یا له بشه شخصیتش بشه بد بچه بدبخت به اصطلاح مظلوم که هر کسی میتونه بهش اشراف بکنه و یا اینکه نه بیشتر از حدش حتی حد لجباز تر بشه و بعد انتقام بخواد بگیره بعضی اصلا لجبازی رو با لجبازی جواب میدن این چی حتما بده خب آخه چجوری من میتونم جلو لجبازی رو بگیرم وقتی خودم دارم لجبازی میکنم ببین چند تا کار مهم رو باید انجام بدین در درجه اول همون اتحاده حتما حتما نباید باج بدیم به بچه‌مون اگه حالا داره شلوغ میکنه حالا تو خیابونم حالا تو مهمونیم بچه داره گریه میکنه یه چیزی بهش بدم که ساکتش کنم بچه اینجا رونگ مسج یا پیغام اشتباه میگیره طرح. متوجه میشه که خب پس اگه من گریه کنم یه چیزی که میخوام به من میدن عادت میشه عادت که... میشه واسش همون کردن بچه استقلال خیلی مهمه به بچه باید استقلال از همون کودکیش بهش استقلال بدیم میخواد موهاشو شونه کنه شونه کنه میخواد غذا خودش بخوره خودش باید غذاشو بخوره میخواد حموم کنه خب معلومه بچه نمیتونه دو سال سه سال چهار ساله راحت خوب حموم کنه ولی بابا آخر دنیا اجازه نمیشه رو اجازه رو بدیم که خودش کارهای خودشو خودش انجام بده میخوایم ببریمش مهمونی از قبل بهش بگیم که ما داریم میریم مهمونی برو لباس تا عوض کن حتی حت حت حق انتخاب بهش بدیم بگیم که چی دوست داری بپوشی اینا به کودک شخصیت میده هویت میده بچه دلیل نداره دیگه لجبازی بکنه وقتی که بهش وقت دادن یا میخواد غذا بخوره خودش داره غذا میخوره مادر بدبخت در و داغون فکر میکنه که بچهش اگه الان غذا نخوره میمیره درسته. به زور این غذا رو میکنه تو دهنش بعدش هم بچه اینجوری میکنه هرس میخوره بچه عصبانی میشه مادرم عصبانی تر بعدش هم دو تا چکم ممکنه بذاره تو گوشش که مثلا من مادر مهربون دارم به بچه هم غذا میدم دیدی بعضی وقتا اینجوری میکنن به زور میخوام بچه یعنی <applause> چی یعنی شما نظرتون اینه که بعد آزاد بذارم بچه, بچه آزاد هم؟ شه. اون آزادی و استقلالش رو وقتی پیدا بکنه یعنی احترام به نفسش رو داریم به کودک میدیم وقت ختم میشه لجبازی؟ <تصفيق> <تصفيق> نه 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 ببین بچه وقتی که داره خودش غذا میخوره ب... بچه همیشه دوست نداره خودش غذا بخوره <applause> ولی بچه سنای متفاوت داره که ب... بین دو تا سه سال خیلی عمومیه که کودک شروع میکنه به لجبازی بازی کردن <applause> اهمیت نباید داد جدی نباید گرفت سر به سر بچه نباید گذاشت نباید بهش فهموند که آله من فهمیدم که تو داری لجبازی میکنی تشدید نباید بکنیم این قضیه رو برای اینکه این برای رشد رشد شخصیتیشه این دکی دو بین دو تا سه سال رد میشه میره ولی ادامه ممکنه پیدا بکنه اگر من پدر یا مادر بلد نباشم چجوری برخورد بکنه همون تنبیه بدنی فکر کنم تنبیه بدنی خیلی بده برای اینکه بچه له میشه از دو طرف له بعضی میشه. وقتا لازم نیست بعضی <تصفح> <تصفح> تنبیه نه تنبیه نه فرم بودن و یا آرام و محکم بودن فرم به انگلیسی ولی به فارسی فکر کنم آروم صحبت میکنه مصمم حالا میتونه بدنی نباشه ولی یه تنبیه به شکل دیگه ببین آره دو دقیقه بچه دو ساله دو دقیقه سه ساله سه دقیقه چهار ساله چهار دقیقه یه جای امن نه که یه جای خطرناک بهش بگم برو اونجا بشین یا برو تو اتاق برای سه دقیقه واقعا نگاه میکنم برای اینکه نباید از اون طریقم آسیب یکی نوشته بود میندازمش تو سیاه چال میندازم <تصفح> <تصفح> از این کارا با خودت کردن بنده خدا به کجا رسیدی <تصفح> پدرمون در اومد <تصفح> این تنبیه ها تنبیه های بی جایه. استراب میاره فوبیا میاره نگرانی های متفاوت تو بزرگسالی میاره دیدی مرد گند از خانم بزرگ از این چیزهای خیلی خیلی معمولی میترسه و خودش هم خجالت میکشه به زن و بچهش بگه من از این چیزا میترسم برای اینکه این بلاها سرش اومده استقلال خیلی مهمه و بعد به بچه همون بگیم فرم و محکم و مصمم که نه این کار رو نباید بکنی ما نباید به بچه بگیم مثلا بهش میگی بلنشو بیا غذا بخور میگه نمیخورم میگم بهت بلند بیا غذا بخور میگم نمیخورم داریم تشدید میکنیم درست. اون در دو تایشون دارن لجبازی یک بار میگم با من بابا و من مامان بلنش بیا غذا تو بخور میگه نمیخورم آخر دنیا نمیشه نه ترسی دو ساعت دیگه میاد یواشکی میخوره خودش ولی اینه که هی کل کل کنم باهاش دارم تشدید میکنم این قضیه رو که منم دارم با تو لجبازی میکنم درست. من میگم بعد این اینو بپوشی من میگم بعد اینو بخوری وقتی این این تون صدا میاد بیرون دو کار خطرناک میکنه یکی داره میگه من مادر لجبازم و من پدر لجبازم دوم اونم الگو برداری میکنه همینو تقدیم خود من میکنه درسته یعنی با احترام شاید یا با تنبیهای بیشتر میشه این موضوع رو خیلی کرد حالا داید. خانم بابک این که در مورد بچه بود ولی یه نفر مثلا گفته بود توی بزرگ سالان همین بحث مطرح شده بود که یه نفر مثلا گفته بود من تازه زن گرفتم بعد دو ماه اول عروسی زنم هم همش میره خونه مامان باباش بعد اصلا اصلا چه ازدواجیه بعد میگن چرا زن نمیگیری <laughs> <تصفح> این هم <تصفح> دو, دو ماه ازدواج کردم من همش کل هفته رو دارم میرم خونه مادرم خب برای چی ازدواج کردی؟ همون پل مامان و بابات میموندی <تصفح> وقتی انسان ازدواج میکنه چه مرد و چه زن بعد یه نوع طلاق عاطفی اون وابستگی رو قطع بکنه چسبندگی رو حتما قطع بکنه <تصفح> الان یه زندگی مشترک درست کرده از لوس بودن این بچه یه لوسه بچه وابسته و چسب دوقلوه که یعنی بچه یک بزرگ دیگه قولکه <applause> <applause> که حالا نمیخواد بزرگ شه هنوز در کودک درونش کودکه و هنوز میخواد پلو مامانه باباش باشه امنیت و هنوز تو خانه خودش احساس نمیکنه به صورت به عنوان کودک مستقل اینجا هم استقلال میاد کودک وقت استقلال داره یه لحظه برگردم به این مثلا اگه کودک داره تو پارک بازی میکنه همون لحظه نباید بهش بگیم که بوده داریم میریم کودک باید سب بگیم میگم خوام بازی کنم بذار بازی کنم میگم اوکی پنج بار مثلا برو بالا اون سرسره رو یا تابو بازی کن پنج بار سر حرف من وای میستم پنج بار, بار که تموم شد بریم یه اعلامیه ای قبلی خیلی خیلی مهمه این اتفاقی که الان مثلا مسئله که تو داری میگی حتما این کودک و این خانم در بچگی استقلالش رو پیدا نکرده یا بیش از حد بهش توجه شده بیش از حد و استقلال بهش داده نشده و دائما مادر همه کارا رو خودش کرده یا پدر همه کارا رو خودش کرده حالا که شده همسر نمیتونه مثل همسر بالغ برخورد بکنه توی خانه خودش احساس امنیت بکنه و لذت ببر از خونه لونه جدید خودش و طبیعتا ابتدای ازدواج این ابتدای ازدواج اگر به همین صورت پیش بره حتما مسائل خیلی پیچیده داری پیش میاد متاسفانه درسته. یه نفرم گفته بود که من وقتی با شوهرم به یه لجبازی به یه درجه رسیدم که هرچی شوهرم میگه اصلا ناخوشاگاه برعکسش میگم یعنی اگر حتی جوابم بله باشه میگم نه وای با بد یه دلیل دیگه در این کنی من یاد گرفتم از همون کودکی دوباره که یه چیزی رو بگم نه هرچند اگر درسته چون با پدر و مادری معمولا بزرگ شدم که هنوز من اعرام نکردم چی میخوام میگه نه خیر <applause> نه خیر الگو برداری کردم <applause> هنوز صدای من نمیشنمی هنوز من نگفتم چی همینی که گفتم نه خیر آخه بابا بزن من حرفامو بزنم <applause> این ممکنه الگو برداری شده از همون کرکتر یا شخصیت پدر مادر متاسفانه یا یعنی اینکه از این طریق اصلا من از کودکی تونستم به مقصد خودم رسیدم و بعد تراستم ندارم و غرور دارم <applause> بسیار مغرورم <applause> چون مغرورم چون اگه بگم آره تو درست میگی پس من دارم به تو پوینت میدم به تو امتیاز میدم <applause> <applause> یاد گرفتم که به هیچ کس امتیاز ندم به خاطر اون غروری که در موردش قبلا صحبت کردیم چقدر مسموم انسان غرور داشته باشه اینه که متاسفانه حالا تو زندگی زن این نفر دیگه هم نوشته بود برای من که من تو کودکی دائما لجبازی و هر دفعه هم که لج بازی کردم پدر مادرم با من کنار اومدن حالا که بیست و چند سالمه تو, زند... تو زندگی اجتماعیم با بوی نمیتونم نمیتونم اصلا بایفرند نگهدارم برای اینکه حالا متوجه شدم اونا دیگه پدر مادر من نیستن هر وقت دستم. که من لجبازی میکنم از دستشون میدم چه باید بکنم من حالا این بانو متوجه شده که اون آسیبایی که همون پدر مادر و همون خانه به زدن داره خودش بها میده اینجا مهم. حالا به عنوان یه بالغ بعد به این قضیه نگاه کنه که من الان یه بالغم متوجه شدم که اون کارا غلط و اشتباه بود حالا میخوام کودک درونمو بزرگش کنم طورت. همراه با جسم خودم عقل خودم رو بارورتر کنم و یاد بگیرم که خب حالا که دارم من که دارم میبینم دارم لجبازی میکنم به با عنوان بالغ که دارم میبینم کودک میفهمه داره لجبازی میکنه امه. وای به حال بالغ حالا پس استاب بکنم متوقف بکنم لجبازی ما حرف بزنم صحبت بکنم دیدی که وقتی آدم کم بیاره لجبازی میکنه و قهر میکنه این بهترین اصلاح دیگه امه. یا مثلا یکی نوشته بود که تمام کودکیمون انقدر مامان بابام با هم قهر میکردن و لجبازی میکردن مثلا میخواستیم بریم هممون حاضر بود بودیم از دو هفته سه هفته قبل ما آماده بودیم که بریم یه دفعه اینا دعواشو میشد مامانم گفت نمیرم حالا همه ما آماده ایم زوخ کردیم میخوایم بریم نمیرفتیم نه عروسی نه مهمونی دائما این بلا سر ما اومد یه مسئله دیگه خیلی خیلی تاسف آورتر اینه که یه کیسی از کیسای من اینا دو هفته مونده بوده که ازدواج کنن تمام کارتا و دعوت‌ها برای همه دنیا که مهمون از کشورهای دیگه بیان توی یکی از کشورهای اروپایی مادر زن و مادر شوهر دعواشون میشه سر یه مسائل کاملا مسخره این دو نفر جنگ جهانی رو بین دو دوتایشون شروع میکنن و این دوتا زن و شوهر یا عروس دو ماده جوون ضعیف و بدون است، عدم استقلال نداشتن استقلال درگیر میشن با این گیم واقعا نابرابر و لجبازی میکنن دو هم به هم دیگه لجبازی میکنن عروسی رو به هم میزنن مردم بنده خودم که از اون برای دنیا بلیت گرفته بودن که پول بلیتشون هم رفت حالا هیچی اون همه خرج هم که رفت چون همه همه کارا آماده شده بود لجبازی لجبازی پدر و مادر یا خانواده ها و بعد لجبازی ما دو نفر عروس و دومات که چرا مامان اینو گفت نکه چرا مامان تو اینو گفت اصلا من نمیخوام زن تو بشم اصلا منم نمیخوام تو زن من باشی درسته پس چقدر تاسف آوره همه اینایی که گفتیم برمیگرده در واقع به کودکی فرزندا و اینکه فرزندا باید باشون یکی متحد باشن مصمم باشن و استقلال بهشون استقلال بدن لج بازی با بگرد. کودکشون نکنن دست. احترام به کودکشون بذارن و صدا اینقدر این پدر مادر نگن برو کنار حوصله ندارم برو کنار حس صدای فرزند بها بدن به فرزندانشون ب... و من بالغم اگر میدونم لج بازم وظیفمه وظیفه اخلاقی انسانی اجتماعی خودمه که با خودم دیگه دیگه لجبازی نکنم بدونم این اصلاعی بسیار اصلاعی غلط و زشت و کریه و قبیه بذارمش کنار بشم یه انسان رها و ساله خب برای هفته دیگه ساعت چی داریم؟ هفته <applause> دیگه، هفته دیگه. چی فهم کنید در مورد تعصب صحبت کنی؟ او خب بسیار بحث جالبیه. آره. در مورد تعصب. به چی تعصب دارین و چرا؟ مرسی خانم بابک مثل همیشه بسیار عالی مطمئنا دوستان هم بنز کافی چیز یاد گرفتن مثل هفته های گذشته <applause> همونجوری هم که میدونین ما سوالو مثل هر هفته میذاریم تو پیج مناتو پلاس و شما هم بیاین ببینین که به چی تعصب دارین قرمز آبی <applause> و هر حال دوستان هستن که تیم‌های فوتبال یا به هر چیزی که تعصب دارین بیاین اونجا بنویسین و ما هفته بعد در این مورد خانم بابک یعنی صحبت میکنن و میریم سراغ چی الان آزاده آکادمی موسیقی گوش میدونن که بیننده عزیزمون همشون میدونن که آزمون صدای آکادمی موسیقی گوش 23 مه یا همون 14 اکتبر قرار برگزار بشه اگه که صدای خوبی دارین یا اینکه استعداد خوانندگی دارین و دوست دارین این صدای خوبتون رو جلوی آقای هومن خلطبری و آقای بابک سعیدی محک بزنین و همچنین شانسشون رو برای برنده شدن ۲۵ هزار دلار امتحان کنن تنها کاری که احتیاج انجام بدین بریم به وبسایتمون خب شرایط فرم ثبت نامم هم که همونجوری که می‌بینین اگه روی این لینک آزمون صدا کلیک بکنین مستقیما میتونین وارد صفحه فرم بشین که ازتون میخواست که مشخصاتتون رو یه عکس و یه ویدیو خونگی از خوندنتون برای ما بفرستید تازه امسا این شانس رو دارن که اگه نتونستن از طریق وبسایت ثبت نام کنن به صورت حضوری به روی همین آدرسی که روی صفحه میبینن بره. بیان اونجا توی این به این آدرس و حضوری آزمون بدن تنها چیزی که احتیاج دارن حتما گذرنامه و ویزاتون رو همراه خودتون بیارید چی از این بهتر پس دیگه منتظر حضور شما در این آزمون هستیم وقت اصلا نداریم راه ارتباط با ما رو که میدونیم فیسبوک مراتون پلاس و ویب سایتمون همینجا به همراه آزاده و خانم میتراوک از خدافظی می‌کنیم تا فردا خدا نگهدار